ما صورت و دست های من را سیاه و کثیف می کنیم لباس های کهنه می پوشیم کفش های من را در می آبریم و به خیابان می زنیم گوشه این نیست افسری از دور رد می شود معمولا افسرهای خارجی بیان آنکه ما را ببینند متوجه ما شوند یا حتی نگاه کنند رد می شود. دست آخر یک افسر می ایستد دست راستمان را برای دادن سلام نظامی بالا میبریم و دست چپمان را دراز میکنیم نگاهمان می کند چیزهایی میپرسد. با زبانی که از آن سردر نمی آوریم آختن پاختن یاختن ساکت می ایستیم دست آخر جیبهایش را می گردد تکه شکلات و یک سکه کف دست های کسیف میگذارد و سر تکان می دهد و دور می شود. زن مهربان دیگری از راه می رسد می گوید های معصوم من چیزی ندارم به شما بدهم اما موهایمان را نوازش می کند و دور می شود. می گوییم؟ ممنون. زن دیگری به ما دو تا سیب می دهد و مرد دیگری چند تکه بیسکویت. پیر زنی قذبالود از راه می رسد. با فریاد میگوید خجالت نمیکشید کشید گدایی می کنید. به گمانم برای این کارها دیگر بزرگ شده اید. شما می توانید به خانه من بیایید و برای من کارهایی بکنید. مثل صابیدن تراس یا شکستن هیزومها ها. آن وقت اگر از کارتان راضی باشم به شما نان و سوپ تازه خواهم داد میگوییم ما گرسنه نیستیم ما به نان و سوپ شما احتیاج نداریم اصلا ما برای شما کار نخواهیم کرد میگوید پس برای چه گدایی میکنید میگوییم میخواهیم ببینیم که این کار چه تأثیری روی انسان میگذارد و عکس عمل جامعه را در قبال آن ببینیم در حالی که با خشم از ما دور میشود فریاد میزند جوجه بلگرد های پر رو بچه های بی تربیت چه صافت بی آنگاه ما سر و صورتمان من را می شویم و آماده برگشتن به خانه می شویم. در راه روی چمنزار بلند کنار جاده سیب ها، بیسکویت ها، شکلات و سکه را پرت می کنیم نوازش روی موهایمان را نمی شود پرت کرد